اندرس راسمیو سنسر منشی تازه ناتو امروز در کابل در یک نشست مشترک با رئیس جمهور کرزی بر افزایش نیروهای خارجی، کمک‌های ملکی کشورهای جهان، ارتقای ظرفیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان در تامین امنیت افغانستان تاکید می‌کند و می‌گوید که ناتو و ایساف بر یک انتخابات امن در افغانستان تلاش دارند. Therefore NATO has decided نیروهای ناتو به آموزش سربازان اردوی ملی و پلیسی ملی متعهد است. ما می خواهیم در تمامی بخش ها به مردم افغانستان کمک کنیم. موضوع دیگری را که می خواهم به آن اشاره کنم این است که ناتو و آیساف تمامی تلاش هایشان را خواهند کرد تا یک انتخابات امن و سالم برگزار شود. این انتخابات یک فرصت خوب است برای مردم افغانستان تا آینده و رهبرشان را انتخاب نمایند. می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که جامعه جهانی در انتخابات افغانستان از هیچ نامزده پشتیبانی نمی کند و بر ضد هیچ نامزده هم نیست. در همین حال رئیس جمهور کرزی با آن که بر هماهنگی بیشتر نیروهای ناتو تاکید می کند، می گوید در صورت برنده شدنش در انتخابات با آن طالبانی که قانون اساسی کشور را بپذیرند، گفتگوها را آغاز خواهند کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی از طالبان می خواهد تا در انتخابات شرکت نمایند و بر آبادی افغانستان همکار شوند. آقای کرزی می افزاید که بر تفاهم خوب برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در عملیات های نظامی نیروهای خارجی با ناتو دست یافتند. تفاهم بین ما نسبت به گذشته بسیار بهتر شده، خصوصا در مورد تلفات ملکی و خواهشات افغانستان و مردم افغانستان تفاهم بهتری داریم. قسمی که مشاهده میکنیم در چندین ماه اخیر کوشش شده از طرف ناتو تا تلفات ملکی کم شوند و ما از او خوش هستیم. امیدواریم و ایست که در راستا تفاهم هرچی بهتر شود و همکاری هرچی زیادتر شود تا در مجادله علیه تروریسم مردم افغانستان نتانه ای که دچار تلفات ملکی نشوند و آسیب نبینند، بلکه زندگیشان امنیت بهتر شود و حفاظت بهتر شود و به ترتیب ما به کامیابی دلخواه خود بالاخره انشاءالله برسیم. گفتنی است که نخستین سفر خارجی آقای اندرس راسمیو سنسر منشی تازه ناتو پس از گماشته شدنش به این سمت به افغانستان است.